بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خداوند قادر متعال و با درود و سلوات به پیشگاه سید رسولان و خاتم پیامبران و اهل بیت اسمت و تهارت خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی سلام و احترام تقدیم میکنم با برنامه به وقت بیداری در خدمت شما خوبان هستیم طبق روال دوشنبه شب ها با موضوع شرح و تفسیر خطبه متقین نهل در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین رضوی هستیم سلام علیکم بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان علیکم ما هم قابلان خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم خیلی ممنون سلامت باشید تشکر بله همون قسمی که عرض کردم در این برنامه ما از خطبه متقین امام علی که در اوصاف پارسایان هست موضوع گفتگوی برنامه امشب به وقت بیداری هست اجازه بدید که خدمت کارشناس محترم برگردیم و از ایشان بخوایم که بحث امشب شروع کنن امشب برای امشب ما چه توشه برگرفتید از خانه بسیار پر نعمت و گرانبه های نهج البلاغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی امیر المؤمنین و ولی المتقین مولانا علی ابن ابی طالب علیه و علا آبائه آلاف تحییت و سلات و سلام برای اینکه مطالب ما سلسلهش به هم نخوره قبل از اینکه وارد اصل مطلب شویم بله لازم است یک سیری داشته باشیم یک توجهی داشته باشیم به با متن نهج البلاغه در قسمت های اخیر که حضرت بله. علی علیه و السلام مطالب را فرمودن و ارشاد کردن بله بسیار عالی حضرت فرمودند از خصوصیات و فضائل انسان های پرهزگار این است که قلب های اینها محزون است بله و شرشان ایمن مردم از شرشان اینی من بله اجساد اینها نحیف و لاغر است و حاجاتشان خفیفه و انفسشان عفیفه هست بله حضرت در ادامه فرمودن صبر ایاما قصیره اینها یک مدت کوتاهی صبر کردند اما عقبت هم راحتا طویله به دنبال این صبری که در ایام کوتاه کردند یک راحت طویل به دنبال اینهاست بله حضرت میفرمایند این راحت طویله در برابر اون صبر کوتاه بله. یک تجارت سود آور است که یسر حال هم به هم خداوند متعال برای اینها میسر ساخته موهبت فرموده موهبت فرموده بله ارادت هم و دنیا فلم یوریدوها اینها اراده دنیا اینها را بالاخره دنبال میکنه اما اینها هیچ وقت به دنبال دنیا نستند و اثرت هم ففد و هم اینها این در حقیقت اسیر دنیا مشند اما در برابر این اسارت نفسهایشان را فدیه میدهند ما یعنی دنیا به دنبال جذب اینها هستند و می که اینا را به چند خود, خود بیاره و اثیر خود کنه ولی اینا هیچ وقت قیمت جانشان از اثارت خودشان خلاص رها حالا بله. را اینا را جملاتی است که نیاز به توضیح و شرح و تفسیر داره حتماً اینها را برای ما و بینندگان عزیز گرامی ما توضیح خواهید داد بله بسیار عالی بخشی از این متن همین ای برای ما حسن شروعی هست و فضای بحث ما به این کلمات اطراگین مولا معطر شد بله همین قسمت آخر را که حضرت فرمودند اینها یک تجارت سود آور کردند که خداوند این تجارت را برای اینها ارزانی فرموده بله. خدمت بینندگان عزیز از این قسمت انشالله مطالب را عرض خواهیم کرد تا اونجایی که وقت اجازه خواهد داد بله. خب اینها فرمودن در یک مدت کوتاهی که صبر کردن در برابرش راحت طولانی مدت راحتی را, طولانی، را راحتی مندگار خواهند داشت راحت ماندگار را به فرمای شما خواهند داشت بله. میفرماید این یک معامله است یک تجارت است که خداوند برای اینها میسر ساخته و ارزانی داشته حالا ما ببینیم بالاخره این تجارت سودآور چه تجارتی است که از تعلی میفرماید انسانهای پرهیزگار این تجارت سودآور را دارند ببینید ما در معاملاتی که انجام میتیم این قضیه خیلی ملموس و روشن است که تجارت سودآور دارای یک خصوصیاتیه اول اینکه خب اصل سرمایه باید محفوظ باشه وقتی انسان تجارت میکنه تجارت سود آور اون تجارتیه که به تعبیر آیه مبارکه قرآن در خسر و زیان نباشه اصل سرمایه اصل سرمایه فنا نشه و بعد هم منفعت داشته باشه نفع از این تجارت آید انسان شود بله. و سودش از معاملات مشابهش بیشتر باشه این تجارت رو میگن تجارت سودآور چون اگر معاملات در دنیا میشه خب اینها اگر یکسان باشن نسبت به با اون معاملات این تجارت رو نمیتونیم بگیم تجارت سودآور است بلکه تج... تجارت سودآور اون تجارتی که انسان وقتی سرمایه گذاری میکنه و معامله انجام میگیره نسبت به معاملات مشابه شو... سودی بیشتر باشه این تجارت تجارت انفع است و سودآورتر است و پرسود است و پرسود بله باید این تجارت سودش پایدار باشه یعنی یک طوری باشه که این مثلا امروز وقتی شما معامله میکنی تا روزهای پسین بله. نفع برای شما آید شد نباشه این نفع امروز شما نفع کنی فردا مثلا ضرر کنی خب این تجارت رو نمیگن تجارت سود آور چون چی بسا باعث ورشکستگی صاحبش میشه نکته بسیار مهم اینه که در تجارت ها باید برکت باشه برکت باشه به با این معنا که شما از این سود بتانی بهره ببری این پول یا سودی که به دست میاری این مایه خیر و برکت مایه خیر و برکت باشه, برکت مایه باشه. آسایش آرامش باشه بله ما کسان رو داشتیم اینا بندای خدا تجارت میکردن خب تعجب کردیم از اون پولهایی که اینها در اختیار داشتن بله می گفتن که خب این چی سودیه برای ما مریضی داریم ناراحتی معده داریم هزار و دو تا مرضی دیگه هم قاعده حال ماست روز تا شب ما هم گرفتاری با همین پول هست و شمارش پول این برکت نیست انسان سرمایه داشته باشه اما از این سرمایه با خوشی استفاده نتانه پس بنابراین تجارت پرسود و سود آور تجارت مربه و و تعبیر حضرت علی علیه السلام اون تجارتی است که انسان از او با برکت بتونه استفاده کنه و ضرر و زیان نداشته باشه این یک تجارت است که واقعا میتونیم اگر با این مشخصه ما حساب کنیم بگیم این تجارت تجارت سودآور است در دنیا در زندگی انسان های پرهیزگار وقتی معامله میکنن با خداوند متعال در حقیقت اگر این خصوصیات را تانستن کسب کنن این تجارتش تجارت سودآور است ببینید سود یک دفعه سود مادیه خب پول و امکانات در اختیار انسان قرار میگیره یک دفعه هست که اون سود در برابر یک تعداد امور معنوی که ارزش اونها واقعا بیشتر از سود مادی یا منفعتی پولیه این مشخصه را خداوند متعال در آیات عظیم و شعن خودش آمده بیان کرده ببینید شاخصه داده برای ما میگه تجارت سود آور اون تجارتی است که علاوه بر اون سود مادی که در دنیا انسان میتونه از او استفاده کنه معنویت انسان را بیشتر کنه سلب معنویت نکنه و انسان را به سوی معنویت پیش ببره ببینید آیه خود آیه مبارکه قرآن عظیم و اینطوری این طوری بیان میکنه تجارت سود آور را بله یا ایوهاللزین آمنو انسان ها ای کسانی که ایمان آوردید هل ادلکم علی تجارت تنجی آیا شما را راهنمایی نکنم به سوی یک تجارت که واقعا نجات بخش باشه حالا نجات از چی ببینید نجات از عذاب اخروی یکی از سودهای بسیار پرسودی است که انسان در معاملات خودش در برنامه های زندگی خودش باید اینو داشته باشه و انسانهای های پرهیزگار در حقیقت دنبال این سودند درست هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم آیا شما را راهنمایی نکنم به سوی اون تجارتی که واقعا شما را از عذاب دردناک بهایی به ببخشه انسانهای های پرهیزگار با کاری که کردن در حقیقت بله. خودشان را به این تجارت پرسودی که در انتظارش هست که نجات از عذاب علیم باشه واقعا چکار کردن؟ سردوچار کردن و خودشان را در این معامله با خدای متعال در حقیقت مایه نجات قرار دادن این کارشان رو خب چه خصوصیات داره؟ خصوصیاتش هم آیه مبارک بیان درست اگر اجازه بدید که ادامه توضیح و تفصیل آیه مبارکه را بگذاریم بعد از دیدن میان برنامه که بحث ما در وسط قد نشه و وسط گفتگو بسیار عالی میشه خواهش بکنم با سلامت باشید دعوت میکنم به تماشای میان برنامه ابا صالح ابا یا

بدون فوت وقت برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحث و گفتگو گفت بله شما آیه از قرآن رو برای ما تلاوت فرمودید که در اونجا ما را راهنمایی میکنه به یک تجارت پرسود اون تجارتی که پرسود قرآن او را پرسود معرفی میکنه چی ویژگی هایی داره جناب استاد بله عرض کردیم در آیت مبارکه قرآن عظیم و شن در موارد مختلف اشاره به این خصوصیات تجارت پرسود شده از جمله در این آیه که در سوره صف آیات ده و یازده و دوازده هست خداوند متعال می فرماید تؤمنون بالله و رسوله ایمان به خدا و ایمان پیغمبرش و جهاد در راه خدا با اموال و انفس اینها از خصوصیات تجارت پرسود است ببینید انسان های پرهیزگار در حقیقت این خصوصیات رو در زندگی خودشان آمدن رایت کردن ایمان به خدا داشتن ایمان پیغمبر داشتن جهاد در راه خدا با مال و نفسشان هم کرده اونطوری که در فقرات گذشته حضرت علی علیه السلام, و السلام اشاره فرمودن اینها از نفسشان گذاشتن نفسشان را در حقیقت فدیه قرار دادن بخشش قرار دادن هدیه قرار دادن در برابر رضایت خداوند متعال و این بهترین تجارتی پرسود است که آثار و نتایجش را هم خداوند متعال میفرماید یغفر لکم ذنوبکم گناهان شما شما بخشیده میشه و جناتی که در جنات تجری من تحت الانهار هست اینها از خصوصیات اتجارت تجارت است که نتیجه اعمال انسان های پرهزگار است و در ادامه حضرت علی علیه و السلام فرماید از سرها لهم ربهم. بهم ای تجارت پرسود و این معامله را که انسان های پرهزگار انجام دادند با عنایات است که از طرف خداوند متعال انجام میگیره این عنایات اگر از طرف خدا نباشه هیچگاه در اختیار انسان قرار نمیگیره ببینید خب نکته ای که در اینجا هست نسبت بین تلاش انسان و اون توفیق است که از طرف خداوند متعال عنایت میشه انسان باید در زندگی خودش تلاش کنه زمینه ها را بارور کنه و اون قابلیت قابل را در اختیار خودش قرار بده در این صورت است که انسان واقعا از اون تجارت پرسود نفع میبره یعنی ببینید ما نسبت مثلا اعمال ما را برنامه های ما را زندگی ما را با اون چی که خداوند متعال برای ما ارزانی میکنه وقتی در نظر بگیریم مقدار عنایت ها از طرف خداست اصل عنایت ها از طرف خداوند متعال است بله. اما این زمینه ها را انسان باید چیکار کنه در زندگی خودش بارور کنه اگر انسان تجارت میکنه تجارتش با توکل به خدا و تلاش خودش که زمینه ها رو آمده برای خودش آماده کرده دارای منفعت میشه و در حقیقت میشه یک تجارت مربحه تجارت سودآور اما ضرر مسئله بسیار معروفه که در بین مردم ما رایج است میگه از تو حرکت از خدا, از خدا برکت خیر ببینید از دو طرف باشه آدم باید هم خود انسان راه درست را انتخاب کنه در راه حرکت کنه در عین حال همواره از خدا توفیق بگیره و خودش مرهون و مدیون الطاف و خداوند بدانه بله نکته واقعا زیبایی را که شما اشاره کردید توفیق از طرف خداوند است ببینید انسان به علاوه ای که خودش زمینه ها را درست میکنه و بله. در اختیار خودش برای تسخیر طبیعت و برداشت معنویت ها از زندگی خودش فراهم میکنه باید توفیق خداوند متعال را هم جستجو کنه ببینید توفیق یکی از نعمت های بسیار بزرگ و از الطاف خفیه خداوند متعال در زندگی انسان است که انسان را اون راه های زندگی را برایش هموار میکنه تجربه های گذشته را برای انسان محفوظ میداره اندل حیره وقتی انسان متحیر میشه در برابر مشکلات زندگی خداوند متعال با این توفیق راه ها را برای انسان چکار میکنه باز میکنه و گیره گوش های از مشکلات زندگی انسان است ببینه انسان که با پرهیزگاری توفیق خدا را از جانب خداوند متعال میخواهد با این کار اون مشکلات زندگی خودش را چکار میکنه حل میکنه لذا توفیق یکی از راه های انجام کارهای صحیح در زندگی انسان که علاوه بر هدایت الهی هدایت تکوینی و تشریعی در زندگی انسان واقعا لازم است و انسان باید با پرهیزگاری توفیق الهی رو در زندگی خودش هموار کنه لذا ببینید حالا به عنوان یک نمونه مرحوم سید باقر حکیم یک کتابی داره خب روح ممتنی. شاد باشه از طرف ممتنی. همه ما روح بشارت از این سخنان به قبر پر نور ای شهید بزرگوار ممتنی. بباره انشالله در اون تفسیر سوری حمدش یک کلام بسیار زیبایی داره میگه انسان علا بر رسالت الهی تکوین رسالت های تکوینی و تشریعی خداوند متعال هدایت های تکوینی و تشریعی خداوند متعال نیاز به توفیق داره ببینید میگه عقل در اختیار, انسان هست فطرت در اختیار انسان هست اینا همه خط نبوت و رسالت در اختیار انسان هست ولی اینها غیر کافی است در زندگی انسان در تحقق هدایت خارجی برای انسان لذا میگه انسان فال انسان یکون به حاجت الى و رحمت من الله و توفیق خاص انسان در زندگی خودش علاوه بر اون هدایت های تکوینی و تشریعی نیاز به یک هدایت خاصی هم داره که اسمش رو گذاشتن توفیق و انسان های پرهیزگار واقعا با اون توجه خاص به خداوند رهایی از بندهای مادی رهایی از شهوتها و گرفتاریها و مشکلات زندگی تمسک به زیل عنایت الهی پیدا میکنه و توفیق را از خداوند متعال میخواه و یکی از راههایی که به تعبیر حضرت علی علیه السلام یسرها لهم ربهم برای انسانهای های علاوه بر اون تجارت مربحه و تجارت سودآور یک زندگی هموار در اختیارش قرار میگیره که خداوند با توفیق خودش و زمینه سازی که خودش کرده خدا برای این انسان اینا ارزانی میکنه در واقع میشه در یک جمله اگر گفت اگر ما بخوایم خداوند توفیق شامل حال ما کنه در این دنیا و این دنیای ما مستاق اون تجارت پرسود باشه راهش تقوا است. و پرهزگاری یعنی یکی از راه هایی که حالا نمیگم در, واقع علت تامه گرفتاری از مشکلات از بدبختی ها رهایی از مشکلات راهش جز توفیق الهی که در قالب پرهیزگاری و تقوا و اه خدمتگذاری بر درگاه الهی میسر است راه جز این نمیتونه داشته باشه لذا انسان ها برادران عزیز خواهران گرامی اگر واقعا میخوایم از مشکلات زندگی رهایی پیدا کنیم از بنبست هایی که در زندگی ما هست رهایی پیدا کنیم حالا این بنبست ها بنبست های اجتماعی هست اقتصادی هست گرفتاری های خانوادگی هست اون شعون تقوا را در هر بعد خودش لازم انسان رعایت بکنه تا این گرفتاری ها از زندگی انسان پس بره و انسان نجات پیدا کنه و راه های سعادت و کمال را در زندگی خودش انشاءالله با دست خودش و توفیق الهی کسب کنه بسیار عالی اگر همکاران گرامی وقتم با ما اعلام کنه که تا میان بر بله صدقه فرصت هست آه. میان برنامه نکته بعدی را اگر بفرمایید نکته بعدی اینه که حضرت علی علیه الصلاه و السلام فرمود ارادت هم ارادت هم دنیا فلم یرید ها انسان های تقوا انسان های پرهیزگار کسانی است که دنیا واقعا دائما در پی اونهاست اما اینها دنیا را چی رها میکنند خب نونش حضرت علی علیه السلام ما در برنامه های قبل یعنی مصداق اتم و اکملش حضرت علی علیه السلام میتونه باشه ببینید دنیا رو گفت من سه طلاقه کردم چرا به خاطر این که دنیا به دنبال علی بود علی چیزی کم نداشت در زندگی خودش امام المتقین داماد پیغمبر وسی و جانشین پیغمبر امکانات مادی از هر طرف در هر زمان به محضر علی علیه السلام شرفیاب مشد اما علی کمالش علی خصوصیات زندگیش این بود که همه اینها را به دنبال خودش رها کرد تا اون معنویت و خدمتگذاری به درگاه الهی تفویز شوه برایش و نصیب شوه و بنده خوب خدای متعال باشه ما هم در زندگی ما اگر بخوایم از این مصداق اتم و مصداق اکمل انشاءالله الگوگیری کنیم باید پای ما را پشت پای علی علیه السلام به مقدار توان خود ما بگذاریم علی شدن کار مشکله اما شیعه علی شدن کار سختی نیست شیعه علی شدن یعنی تا حدی که امکانش هست انسان پای خودش را جای پای علی علیه السلام در زندگی بگذاره بله. و در واقع این دنیا را که لذتهایش انسان را به منجلاب مکشه از زندگی خودش به قدر توان و بیشتر از حد نیاز کسب نکنه و دنبالش نباشه بله بسیار عالی اجازه بدید که یک میان برنامه ای را می میبینیم همراه با بینندگان عزیز و گرامی باز هم ادامه گفتگو در خدمت جناب عالی هستیم از شما سپاسگزار هستم که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردید دعوت میکنم به دیدن میان برنامه ساعت پخش برنامه های آموزشی مکتب حادی شنبه ریاضی سنف هفت ده تا ده و نیم. کیمیا سنف هشت ده و نیم تا یازده دری سنف نو 11 تا 11 <متصف> یک شنبه، سنفه هفت، ده تا ده و یکشنبه کیمیا صنف 7 10 تا 10 و فیزیک صنف 8 10 و نیم تا 11 بیولوژی سنف 9 11 تا 11 ده تا ده و نیم دوشنبه فیزیک صنف 7 10 تا 10 و ریاضی صنف هشت 10 و نیم تا 11 کیمیا صنف 9 11 تا 11 و نیم سه شنبه بیولوژی صنف هفت ده تا ده دری صنف هشت ده تا 11 ریاضی صنف نو یازده تا یازده و چهارشنبه دری صنف هفت ده تا 10.5 بیولوژی صنف هشت ده تا یازده فیزیک صنف نو 11 تا یازده مکتب هادی دریچه دانایی بله همون قسمی که در این تیزر شما مشاهده کردید خدا را شاکر هستیم که در به خدمت گزاران تلویزیون جهانی هادی توفیق داد که در مسیر رشد علم و دانش و تعلیم و تربیت فرزندان وطن قدمی هرچند بسیار کوچک و در حد توان خودشون برداره و ما بسیار خوشحال هستیم که مکتب هادی برنامه آموزشی هست مکتب مجازی هست که از طریق پخش ای و بعد در فضای مجازی در همه پایگاه هایی که در اختیار تلویزیون جهانی هادی بخش فارسی دری هست از این فضا استفاده میشه و در خدمت شما قرار میگیره این برنامه ها از شنبه امی هفته از اول هفته پخش برنامه های مکتب هادی شروع شده طبق این جدول شما میتونید که مخصوصا شما محصل عزیز مخصوصا شما محصل که به هر دلیلی نتانستید مدتی را به مدرسه و مکتب بروید و به لحصه ها بروید و از نزدیک معلم ها را ببینید در سایت را دنبال کنید و از این حق مسلم که حق تعلیم و تربیه رایگان و همگانی برای همگان هست و عدالت تحصیلی شما باز ماندید امیدواریم که این برنامه قدم کوچیکی باشه برای احقاق حق شما اجازه بدین که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه گفتگو درباره شرح و تفسیر خطبه متقین بله جناب استاد گرامی آنچه که امشب شما از خطبه متقین برای ما برمغان آوردید تا اینجا شرح و تفسیر فرمودید در یک جمله اگر ما خلاصه کنیم آقا امیرالمومنین علیه السلام میگه که متقین رابطه شون با دنیا باید به چه قسم باشه یعنی دنیای متقین یک تجارت مستاق تجارت پرسود هست و مخصوصا در جمله آخر که شما فرمودید که اینها دنیا دنبالشان هست ولی اینها دنیا را ستلاقه کردن به دنیا پشت پا زدن خب ولی ما خود حضرت را وقتی که میبینیم ممکنه این سوال پیش ببین. خود حضرت عملا به دنیا پرداخت حکومت تشکیل داد و در مدتی هم که بود در بین مردم به صورت کارهای میکرد تلاش میکرد جهادی که میکرد چه فرق هست بین دنیای امام علی و متقین و با, دیگر با دنیای انسانهای معمولی که اونها در دنیا هستند حتی کارهای سیاسی میپردازن حکومت داری میکنن ولی در عین حال این دنیایشان تجارت مربعه هست خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنم که معنای بالاخره دنیا داری یک نکته بسیار جالب داره و اون دلبستگی به دنیاست درست زیر بار دنیا رفتن است انسان حلال سرش نشه حرام سرش نشه ناموس نداشته باشه دنبال هرزگی و شهوات راه بیفته بله هر چی فساد است در دنیا بکنه الان در دنیای فعلی واقعا همینطوری شده ما اگر در غرب توجه کنیم فساد دامنگیر جامعه انسانی شده خب چرا به خاطر اینکه هم هست شرقش هم اینطوری است حالا متاسفانه کشورهای اسلامی هم هست بله اما با جلوه های متفاوت بله. اینا رو میگن دنیا پرستی زیر بار دنیا رفتن تعبیر بسیار زیبایی به کار دنیا پرستی دنیا پرستی یعنی اون چی که مزموم هست و انسان های پرهیزگار از اون بدوره دنیا پرستی هاست وقتی تکلیف از طرف خداوند متعال تفویز میشه برای انسان بله. این بار تکلیف رو انسان باید انجام بده خداوند متعال برای اینکه اجتماع انسانی را حفظ کنه خب برنامه داره حکومت داشته باشید برنامه داشته باشید دنبال پیو پول برید همونطوری گفتیم زمینه ها را مساعد کنید اما اون جهت یا کانالزه که از طرف دین شده باید او رعایت شود اگر انسان اون معیارهای دینی را از دنیای خودش واقعا قبول کنه و او بار تکلیف را در دنیای خودش بگذاره این از دنیا پرستی خارج بشه علی علیه سلام این کار را که مکرد بار تکلیف خودش را انجام میداد هیچ وقت دلبستگی از نظر شهوات فساد غصب اموال مردم و امثال اینها در دنیا نداشت پس بنابراین ما میتونیم کاملا یک معیار شاخص برای این نکته درست کنیم و اون اینه که وقتی انسان های پرهیزگار دنیا را رها می‌کنند، کنند ای به این به معنای این نیست که کسب کار تلاش و امثال اینها زمین سازی و قابلیت های قابل امثال اینها را اینها ترک کنند بلکه به دنبال اینها نیست گوشنیشی نیست اونطوری که در تعبیرات هست زهد منظوی در دین اسلام اصلا وجود نداره که ما بریم در یک گوشه بشینیم هرچه هوس بود خود ما انجام بتم بار تکالیف رو همه رو ترک کنیم بگیم این زهد اسلامیه زهد اسلامی این طوری نیست زهد اسلامی به عهده داشتن بار تکالیف و انجام این تکالیف در مسیر مشروع و خدا و خداخواهانه هست اینم هم میگیم بسا ممدوح اما مزموم زیر بار دنیا رفتن تابع شهوت بودن هاست و دنیا, و دنیا پرستی, هاست انسان تکنس کنه مال دنیا را جمع کنه هیچگاه انفاقی بالاخره همسایه مستحقی کسانی که واقعا اینها نیازمند است به اونها تجو نشه بنده دو سه تا حکایت را اگر حالا وقت بلده باشه خدمتتان و بینندگان عزیز ارز کنم ببینید شاید این داستان را شما هم شنیده باشید یکی از شاگردان شیخ انصاری یک شب شیطان را خواب دید دید زنجیرهای متفاوتی ای با خودش حمل میکنه یکی دی بقل و یکی دی بقل و یکی بلسه به سرش کشیده رویه خب بعد گفت آمد این شاگرد در عالم خواب گفت که خب اینا چیه؟ گفت اینا زنجیرهایی که من میخوایم علما را به دام بندازم با توسط اینها با هر یکی از این زنجیرها یک عالم را به تعبیر بسته مکنم دیگه اینها نمیتونن حرکت کنن نمیتونن تکلیف به بیارن از رای خدا بر میگردن دام شیطانی دیگه با این کیفیت گفت ما اینا را پهن میکنم به گردن علما و دانشمندا بعد نشان داد خب این مال فلان عالمی مال فلان عالمی مال فلان عالمی. بعد گفت که بالاخره مال شیخ انصاری کدامه شیطان گفت که نگاه کن این دشانم که هست این زنجیر پاره مال شیخ انصاریه بعد این بنده خدا خب فکر میکرد که این هم یک کسیه گفت خب مال ما کیه گفت تو که نیاز به زنجیر نداری تو طور را توری بالاخره وقتی بگویم خودت دنبال میدوی با یک حرف تابع با یک حرف تابع میشی بعد این خواب واقعا یک تمثلی بود در عالم رؤیا فردا شرفیاب شد محضر شیخ انصاری گفت که جناب شیخ من همچی خواب را دیدم چطوره که شما این زنجیر پار شیطان در گردنش مال شما بوده شیخ انصاری این خواب را واقعا تعبیر کرد گفت من دیروز یک مقدار سهم بیت المال در اختیارم بود میخواستم اینا را با توجیه مشروع خرج زندگی خودم بکنم حالا خرج مشکلاتی که بالاخره پیش روی بود اینا رو بکنم بعد گفت که بالاخره در ذهن مامد که اینا مصرف کنم و یاد مامد که خب بالاخره من این کار بکنم تعداد انسان ها گرسنه است فقیر مستمند مشکلات دارن این کار را نکردم لذا همین کار باعث شده که ما زنجیر شیطان را چکار کنیم پاره کنیم ببینید این تعبیر این حکایت یک حکایت واقعا زیبا و ارزنده یعنی تمثل میکنه برای ما دنیا پرستیره انسان هایی که واقعا پارسایند این بند های شیطان رو در هر جای زندگی انسان وقتی وارد میشه پاره میکنه انسان نگاه و توجهش به اجنبی میفته اگر واقعا انسان پرهزگار باشه این بند را پاره میکنه فورا غمز عین میکنه چشمش رو پایین مندازه کارهای شهوت انگیز باشه امور اقتصادی باشه پول در اختیار انسان است خب بالاخره فقرا مستمندان سم خوم زکات فطریات و امثال اینها خب باید اینها پول در اون مسیر خودش انسان اینها را مصرف کنه باید. اما گاهی هست که اصلا توجه نکن نداره به این مطلب ببینید اینها همه دام های شیطانی نه اگر ما تانیستیم این بندها رو پاره کنیم در زندگی ما در حقیقت همون مسیر پارسایی را که حضرت علی علیه السلام فرمودن ارادت و دنیا فلم یوریدوها انجام دادیم حالا این حکایت تا چی حدی واقعا هست بوده یا نبوده اما اون که نکات ایما را هدایت میکنه اینه که انسان باید درس بگیریم زندگی ما یک زندگی کتا مدت اون راحت طویله که حضرت علی علیه السلام گفت انسان های پریزگار در او تجارت مربحه به اون میرسه این کارها نیست درست انسان باید چیکار کنه انسان باید با در این ای دنیا توجه, توجه کنه درست و در قبال ان جمله اخیرم که بالاخره فرصت تمام هست بله اگر کتاب و اثرت هم ففد انفسهم منها انسان های پهرزگار را دنیا اسیر خودش میکنه اما اینا برای رهایی از این کار نفسشان را فدیه میتن خب در تاریخ زیاد داریم مثل بهلول و امثال اینها که برای که مثلا انسان که بله. کمکگار زلمه نباشه تمام زندگی خودشون رو فدیه دادن و کسان دیگه که هم در رأس اینها بوده بسیار سپاسگزار هستیم جناب استاد گرامی از خداوند میخواییم که به ما توفیق بده که چنان زندگی کنیم که خشنود خداوند خشنود باشه و ما هم رستگار شویم از شما بینندگان عزیز و گرامی هم سپاسگزار هستیم که با حوصله بندی تا پایان برنامه ما را همراهی کردین شبتان خوش تنتان سالم خدایا رو نگهدارتون خدا حافظ شوید.